به نام خداوند جان و خرد، همه رخش اندیشه را زین کنیم، جهان را به شهنامه آذین کنیم. هر آن کس که شهنامه خوانی کند، چه مرد و چه زن پهلوانی کند. ز گفتار دهقان یکی داستان، بپیوندم از گفته باستان. درود بر شما خانم ها، آقایان، دوستان عزیزم، امیدوارم هر کجا که هستید خوش و خرم و تندرست باشید. در خدمت شما هستم با بخشی دیگر از شرح و تفسیر داستانهای شاهنامه. در فصل کاموس کشانی هستیم، رسیدیم به داستان رزم رستم و اشکبوس. پیش از اینکه برویم بر سر داستان، به دو تا مطلب اشاره بکنم. اول اینکه مرشد ترابی عزیز خیلی معروف بود در بین نقالان صاحب سخن، در بین نقالان چنتپور معروف بود به اینکه مرشد خیلی خوب اشکبوس میزنه. یعنی چی؟ یعنی نقل رستم و اشکبوس رو خیلی خوب اجرا میکنه. بعضی نقالان، منظور از نقالان که اشاره میکنم در اینجا، نقالانی که صاحب به اصطلاح صاحب کلام بودن، مرشد بودن، معروف بودن در بین مردم، صاحب پاتوق اسمی بودن، مثل مرشد ترابی، مرشد زریری اصفهانی، مرشد برزو و مرشد غلام علی حقیقت. اینها هر کدوم به نقلی هم معروف می شدن. مثلا مرشد برزو معروف بود که خوب اسکندرنامه می زد، یعنی خیلی خوب اسکندرنامه و تومار اسکندرنامه رو اجرا می کرد. و در پیش از انقلاب هم تعدادی از این نقالان دیگه انتخاب شده بودن، 7 نفر یا 8 نفر از بین نقالان سراسر ایران که در جشنی که در طوس برگزار شد، در جشن شیراز گویا، اینها هم شرکت کردند و خب دیگه به شهرتی رسیدن. بنابراین این رزم رستم و اشکبوس خیلی جالب بود و خود من هم به خوبی از ایشان یاد گرفتم. اتفاقا در زورخانه‌ای به نام زورخانه شعبان جعفری در تهران فرصتی پیش اومد برای یک برنامه‌ای که ما این داستان رو اجرا بکنیم، رزم رستم و اشکبوس در زورخانه شعبان جعفری، در جلوی کهنه سواران، پهلوانان قدیمی، کسانی که در اون گود سالها پیش ورزش کرده بودند، کسانی که دوستان پهلوان تختی بودند، کسانی که از دوستان شعبان جعفری بودند یا مصطفی دادکان. بخشی از این فیلم در یوتیوب موجود هست، البته کیفیت خوبی نداره، اما دیدنش خالی از لطف نیست. صحنه‌هایی از اجرای من هست در این زورخانه، صحنه‌هایی از اجرای مرشد ترابی. بخشی از این فیلم رو ببینیم، برمیگردم خدمتتون با داستان رزم رستم و اشکبوس. خاقان چین جام در دست گفت: امیران، دلاوران، پهلوانان، صاحب منصبان، یک کدامتان برود کار این هماون کوه را تمام کند؟ قد و قامت نهنگ دریای کشان. از جا بلند شد، حرکت های اشکبوس کشانی، اومد به حلقه رکاب نشست، به خانه زین دستش رفت، به گرز با گرز بنا کرد بازی کردن. ز گردان ایران هم آورد خواست، ز جولان او در جهان گرد خواست. رستم دید گفت: پهلوانان، سم رخش از دروز تاختن پی در پی کوفته شده است، یک امروز مرا یاری کنید تا چه پیش آید. زد به بالای کوه، از بالا نظارگر میدان شد. اشکبوس در میدان به رجز و اشتلم، رهام گودر زد به میدان، بنا کرد به تیراندازی، به گرز گران دست برد اشکبوس، زمین آهنین شد، سپهر آبنوس، بزد
گرز بر ترگ روحام گرد خرامید آمد بر اشک بوس دیدن یک شیر پیاده از کو سرازیر شد گر 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 کشانی بخندید و خیره بمانده انان را گران کرد او را بخاند بدو گفت خندان نام تو چیست؟ گفت نام من مرگ تو. خب برویم بر سر داستان. به رسم نقالان عقد جواهر سخن کهن در نظر دوستان، سعی میکنم بخش اولیش رو به خصوص این مفاخره و رجزخانی که بین رستم و اشبوس هست به شیوه مرچ ترابی و تومار ایشان برای شما اجرا بکنم. خب میفرماید که چین، روم، هند، سپیجاب، سغلا، چغان، ماورا نهر، از کوه هماون تا دریای شهد، از کاموس و شنگل و خاقان چین تا منشور جنگی و گردان توران زمین، همه و همه گرد سپاه ایران محاصره. ایرانی ها در ضعف و شکستند و زدند به کوه. از آن طرف گو تاج بخش نیر اعظم با سپاه زابل رسید به میدان جنگ. شبانه از کوه هماون رفت بالا، اومد به چادر گودرز مقابل آموزگارش احترام گذاشت. گودرز چشمها پر از عشق گفت جهان پهلوان، همه رفتند، همه مردند، میدان را ببین. خنجر رو پهلوان کشید، چادر رو پاره کرد، از بالای کوه نگاه کرد به دشت، دید بند چادر به بند چادر. گفت گودرز اگر یزدان کیوان خدیو یاری کرد، نه کاموس ماند، نه خاقان چین، نه شنگل، نه گردان توران زمین. خاقان چین یکی از متحدین تورانی ها، جام در دست گفت امیران، دلاوران، پهلوانان، صاحب منصبان، یک کدامتان برود کار این هماون کوه را تمام کند. قد و قامت نهنگ دریای کشان اشک بوس از جا حرکت کرد، اومد جلو پای اشک بوس کشانی، اومد به حلقه رکاب، نشست به خانه زین، زد به میدان. ز گردان ایران هم آورد خواست، ز جولان او در جهان گرد خواست. رستم ایستاده نگاه میکنه، گفت یاران سم رخش از چند روز تاختن پی در پی کوفته شده است، یک امروز مرا یاری کنید تا چه پیش آید. زد به کوه، از بالا نظارگر میدان شد. اشک بوس در میدان به رجز و اشتلم خانی، روحام گودرز زد به میدان، بنا کرد به تیراندازی. به گرز گران دست برد اشک بوس، زمین آهنین شد سپهر آب نوس. بزد گرز بر ترگ روحام گرد، روحام فراری زد به کوه. ز قلب سپاه اندر آشفت توس، سپه سالار توس بوده در قلبگاه. ز قلب سپاه اندر آشفت توس، بزد اسب کاید بر اشک بوس. رستم دید خشمگین، چشمها غرقابه خون، گفت سپه بد توس تو قلب سپه را به آیین بدار. حفظ آیین‌های سپاهیگری بسیار مهم بوده در بین ایرانیان و آیین داشتن در آرایش جنگی. میگوید که تو قلب سپه را به آیین بدار، من اکنون پیاده کنم کارزار. کمان را به زه بر به بازو فکند، به بند کمر بر بزد تیر چند.
یکی تیر در دست رنگ آبنوس، خرامید آمد بر اشک بوس. دیدند یک شیر پیاده از کوه سرازیر شد. خروشید که ای مرد جنگاز مای، هم آوردت آمد مرو باز جای. شاهکاریست در اینجا رستم دستان، بازی که با کلمات میکنه. یک نفره از هشت طرف محاصره است و ببینید با قدرتی که در کلام داره در این رجزخانی چگونه نه تنها اشکبوس رو که تمام لشکریان رو از نظر روحی ضعیف میکنه، با روح و روانشون بازی میکنه با حرف. ببینیم چه میگویند با هم. خب تمام انگشت ها به دهان، کشانی بخندید و خیره بماند. اینان را گران کرد او را بخوان، بدو گفت خندان نام تو چیست؟ تن بی سرد را که خواهد گریست؟ تهمتن چنین داد پاسخ که نام چه پرسی؟ که هرگز نبینی تو کام. نام من مرگ تو، مرا مام من نام مرگ تو کرد. زمان مرا پد که ترگ تو کرد. کشانی بدو گفت بی بارگی، به کشتن دهی سر به یک بارگی. آمدی به جنگ بی اسب، گفت پیاده ندیدی که جنگ آورد؟ سر سرکشان زیر سنگ آورد. به شهر تو شیر و پلنگ و نهنگ، سواره بیایند هر سه به جنگ. همکنون تو را ای نبرد سوار، پیاده بیاموزمت کارزار. پیاده مرا زان فرستاد توس، که تا اسب بستانم از اشک بوس. آمدم اسب از تو بگیرم، کشانی پیاده شود همچون من. به دو روی خندان شود انجمن. پیاده به هر چون تو باشد سوار، بدین دست و این زور و این کارزار. کشانی بدو گفت کویت سلی؟ نبینم همی جز فسوس و مزیح، جز مزاح در تو هیچ نمیبینم. بدو گفت رستم که تیر و کمان، ببین تا همکنون سراری زمان. همین تیر و کمان تو را بس. چون آزش به اسب گران مایه دید، گوه تاج بخش کمان را به زه کردن در کشید. شست از زه کمان زد مرد و مرکب غلطید. اشکبوس بلند شد گفت اسب من؟ قهقهه رستم بلند شد. بخندید رستم به آواز گفت که بنشین به پیش گران مای جفت. سزد گر بداری سرش در کنار، زمانی براسایی از کارزار. اشکبوس تیر هدف رو، تیر اول رو هدف کرد، گلوگاه رستم رو. تیراندازی اشکبوس در دنیا بی نظیره. کمان را به زه کرد پس اشکبوس، تنی لرز لرزان رخی سندروس. به رستم برانگه ببارید تیر. تیر اول رستم از سر رد کرد، تیر سوم قلب رستم گذشت، تیر سوم بی نتیجه. گفت کشانی همی رنجه داری تن خیش را، تو بازو و جان بدندیش را. تو را تیر بر من نیاید به کار، نه ای مرد گردفکن و نامدار. تو را بخت برگشته بینم همی، بدین رزمگه
کشته بینم همی. کمان رو انداخت به دهنه اژدر، ستون کرد چپ را و خم کرد راست. سینمای فردوسی هر صحنه رو دکوپاش کرده، آماده برای ما گذاشته. ستون کرد چپ را و خم کرد راست، خروش از خم چرخ چاچی بخواست. چو سوفارش آمد، سوفار اون انتهای تیر، چو سوفارش آمد به پهنای گوش، ز چرم گوزنان، این زه از این چرم چاچی بوده، چرم گوزن، ز چرم گوزنان برآمد خروش. چو پیکان ببوسید انگشت اوی، اشکبوس ایستاده نگاه میکنه، دوست و دشمن انگشت ها به دهان. گوه تاج بخش باز تیر را برد نزدیک، بوسید، گفت یزدان پاک، یزدان کیوان خدیو، همه عزت ایران زمین بسته به این تیر است، اگر خطا برود اشکبوس با ایرانی ها چه می کند؟ لنگه تیر گذاشت به چله کمان، چه کمانی، این رستم نبود که تیر در کمان گذاشت، چونان که آرش همه مردان ایران پشت این تیرند، و بازو یک ملت زه کمان را کشید. یزدان پاک دو دهن اژدر کمان خابید رو هم، شست از زه کمان ناله تیر، اشکبوس افتاد. کشانی همان در زمان جان بداد. مرا مام من نام مرگ تو کرد، زمان مرا خود که ترگ تو کرد. گفت آمدی به جنگ بی اسب، گفت پیاده ندیدی که جنگ آورد؟ سر سرکشان زیر سنگ آورد، به شهر تو شیر و پلنگ و نهنگ، سوار اندر آیند هر سه به جنگ. پیاده مرا زان فرستاد توس، که تا اسب استانم از اشکبوس، آمدم اسب از تو بگیرم. گفت سلاحت کو جز مزا در تو هیچ نمی بینم. کمان را به زه کرد و اندر کشید، قرق 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 قرق، شست از زه کمان زد مرد و مرکب غلطید. بلند شد اسب من، قهقه رستم بلند شد. تیر اول رو اشکبوس هدف کرد گلوگاه رستم رو. تیراندازی اشکبوس در دنیا بی نظیره. تیر اول رستم از سر رد کرد، تیر دوم قلب رستم گذشت، تیر سوم بی نتیجه. گفت کشانی، تو را تیر بر من نیاید بکن، نی مرد گردفکن و نامدار، تو را وقت برگشت بینم همی، این رزمگه کشت بینم همی. کمان را انداخت به دهنه اژدر، ستون کرد چپ را و خم کرد راست، ستون کرد چپ را و خم کرد راست. خروش از خمه چرخ چاچی بخواست، چه سوفارش آمد به پهنای گوش، ز چرم گوزنان بر آمد خروش. چو پیکان ببوسید انگشت اوی، اشکبوس ایستاده نگاه میکنه، دوست و دشمن انگشت ها به دهان. تهمتن باز تیر را آورد نزدیک، بوسید، گفت یزدان پاک شرف و عزت و همه عزت ایران زمین بسته به پشت این لنگه تیر، لنگه تیر گذاشت به چله کمان،
چه کمانی، الله الله چه کمانی، که اگر بر زبر چنگ براریش تو گویی ز فلک قوس و قزح آمده یا اژدر بلعنده او بهر غذا لب بگشوده است. چه تیری، چه تیری که زره چاکن و سینه شکافنده و پیکان پر از زهر وی از عقرب جرار سبق برده و از مار سیاه برده گرو در تک و دوی، چون به کمان بندیش از تارم چاچی گذرد، چون ز کمان دل مردان خدا تیر دعا را. این رستم نبود که تیر در کمان گذارد، چونان که آرش همه مردان ایران پشت این تیرند و بازوی یک ملت زه کمان را کشید. یزدان پاک دو دهن اژدر کمان خوابید رو هم، شست از زه کمان ناله تیر به همتن گفت اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به کشور به دشمن دهیم. کشانی همان در زمان جان بداد، تو گفتی که هرگز ز مادر نزاد. قضا گفت گیر و قدر گفت ده، فلک گفت احسنت و مه گفت زه. کاموس، لشکریان، سرداران تورانی، همه و همه حیران از این ضرب شست. خاقان چین کسی رو فرستاد برای آوردن تیر، که از آن نامور تیر بیرون کشید، همه تیر تا پر پر از خون کشید. میان سپه تیر بگذاشتند، مران تیر را نیزه پنداشتند. تیر جهان پهلوان رستم چو خاقان چین، پر و پیکان تیر نگه کرد، برنا دلش گشت پیر. به پیران چنین گفت که این مرد کیست؟ ز گردان ایران ورا نام چیست؟ تو گفتی که لختی فرومایه اند، ز گردن کشان کمترین پایه اند. کنون نیزه با تیر ایشان یکیست، دل کو در جنگ شانندکیست. هرچه گفتی همه بر باد بود، بدو گفت پیران که از ایران سپاه کسی را ندانم بدین پایگاه، که تیرش از درخت بگذرد. مردانشان فقط گیو و توسند، باید بروم تحقیق کنم. بیامد پراندیشه و روی زرد، بپرسید از آن نامداران مرد. هومان گفت برادر پیران، بزرگان ایران گشاده دلند، تو گفتی که آهن همی بگسلند. پیران گفت فقط رستم نباشد، دیگر هیچ باکی ندارم. چون این گفت کاموس که امروز جنگ چنان بود که نام اندر آمد به ننگ. با کشته شدن عشق بوس دلم از آن پیاده به درد آمد، کمان و تیر و قد و بالایش را دیدی، ممکن است همانی باشد که همیشه از او سخن میگویی و از او ترس داری. اگر او باشد من خود به میدان او میروم. پیران گفت نه، او دیگر است. کاموس گفت بگو از دور و بازویش چه نشانی ها داری؟ بشنویم وصف شمایل و جمال و قد و قامت جهان پهلوان رستم. از زبان دشمن او پیران ویسه ببینی چقدر زیباست. گفت یکی مرد بینی چو سرو سهی، به دیدار با زیب و با فرهی. بسا رزمگاها که افراسیاب، از او گشت پیچان و دیده پراب. یکی رزم ساز است خسرو پرست، نخست او برد سوی شمشیر دست. به کین سیاوش کند کارزار،
کجا او به پروردشن در کنار، چون فرزند سیاوش را بزرگ کرد. سلیح ورا بر نتابد کسی، ز مردان کنند آزمایش بسی. به رزم اندرون چون ببندد میان، تنش زور دارد به پیلی ژیان. نبرگیرد از جای گرزش نهنگ، اگر بفکند بر زمین روز جنگ. زهی بر کمانستش از چرم شیر، یکی تیر پیکان او 10 ستیر. اگر سنگ خارا به چنگا یدش، شود موم و از موم ننگا یدش. به رزم اندر آید بپوشد زره، یکی جوشن از بر ببندد گره. یکی جامه دارد ز چرم پلنگ، شرح پوشش رستم. یکی جامه دارد ز چرم پلنگ، بپوشد زبر و اندر آید به جنگ. همی نام ببر بیان خواندش، ز خفتان و جوشن فزون داندش. نسوزد در آتش نه در آب، تر شود چون بپوشد برایش پر. توصیف رخش رستم. یکی رخش دارد به زیر اندرون، که گویی روان شد که بیستون. همی آتش از افروزد از خاک و سنگ، همی آتش افروزد از خاک و سنگ. نیارامد از بانگ هنگام جنگ، ابا این شگفتی به روز نبرد. سزد گر نداری تو او را به مرد. بدین شاخ و این یال و بازو و کفت، هنرمند باشی نباشی شگفت. کاموس گفت سوگند میخورم، سوگند میخورم که تا روزگار ایرانیان سیاه نکنم، زین از پشت اسب بر ندارم. روز دیگر دو لشکر ایران و توران مقابل هم سفارایی کردند. خاقان چین گفت برای هر دو سپاه مدد رسیده، یعنی نیروی کمکی. امروز چون دیگر نمی شود جنگ تن به تن کرد، باید همگروه حمله برد. همه سرداران و سالاران پذیرفتند. و از این روی رستم به ایرانیان چنین گفت که اکنون سرا اومد زیان. از کشته شدن عشق بوس آنها سخت ترسیده اند. همه یک سر دل پر از کین کنید، سواران بروها پر از چین کنید. که من رخش را بستم امروز نعل، برو کرد خواهم بر و تیغ لعل. بسازید که امروز روزی نو است، زمین سر به سر گنج کیخسرو است. کمر همت ببندید، به یزدان پاک پناه برید. بزرگان برو خواندند آفرین، که از تو فرازد کلاه و نگین. ببینیم گفتار اندر رزم رستم زال، با کاموس کشانی شرح این هجران و این خون جگر. این زمان بگذار تا وقت دگر.